یعنی مثلا یه مربی که تو لیگ برتر خودم با یه تیمی بازی داره که مثلا میخوام بگم داماش، بالاخره بازیکن با مربی باید انقدر اون بازیکن‌ها اشراف داشته باشه که بدون بازی رو تحلیل بکنه دیگه. خود مربی حالا اگه اجازه بدید بین آخر بازی حتما صحبت میکنیم، بریم ورشگاه آزادی و همراه بشیم با گزارش مامرزا بالاپور نیمه دوم دیدار تیم‌های استقلال و شیرین فراز. مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور، بازی دو تیم شیرین فراز و استقلال تهران. نیمه اول با گلی که میلاد میداودی روی هنر فردی و شوت‌زنی خودش در دروازه تیم شیرین فراز قرار داد، 1-0 به سود تیم استقلال به پایان رسید. در نیمه دوم ببینیم که تلاش بازیکنان دو تیم چگونه خواهد بود و استقلالی‌ها در مقابل تیم شیرین فرازی که در لیگ یک فوتبال کشورمون بازی میکنه چگونه کار خواهند کرد. داوران بازی به عهده آقای شاهین حاج بابایی به کمک آقای مسعود فرحنیا و محمد رضا امینی، داور چهارم پیمان فرخی مهر، ناظر داوری آقای ابوطالب طاهریان. در تیم استقلال در نیمه اول سید مهدی رحمتی در کنار پژمان منتظری و جواد شیرزاد و فریدون زندی و حنیف عمرانزاده، مجتبی جباری، اسماعیل شریفات، مهدی امیرآبادی که کاپیتان امروز استقلال هست، میلاد میداودی، محسن یوسفی و کرار جاسم بازیکنان تیم استقلال رو تشکیل میدادن. اما در تیم شیرین فراز که پیراهن قرمز پوشیده، علی خالصی، محمود خمیسی، جعفر حیدری، حامد زمانی، اشکان عباسی، پوریا درکه، محمد نوروزی، فرزاد ایزد، فرشاد سالاروند، دیوید ویکروم و امبونو اچیله در نیمه اول بودن. البته یه تعویض هم در تیم شیرین فراز انجام شده. حامد زمانی از بازی بیرون رفته و سجاد خسروی با شماره 10 برای این تیم بازی میکنه. امبونو اچیله توپشو به هر شکل ممکن میرسونه به محوطه جریمه استقلال. جواد شیرزاد، یک اشتباه، موقعیت برای بازیکنان تیم شیرین فراز. دیوید ویکرام، ضربه‌ای که از بالای دروازه مهدی رحمتی به بیرون میره. سرمای هوا باعث شده تا مهدی رحمتی کلاهی هم به سر بذاره. حالا که بارش باران قطع شده شاید پرویز مظلومی رو کنار خط ببینی و از روی نیمکت بیاد و در کنار خط تیم رو هدایت بکنه. جباری، عمرانزاده، توپ بیرون میره. اشکان عباسی برای شیرین فراز توپ رو پرتاب میکنه. حتما از نتایجی که در سایر بازی ها به دست اومده اطلاع پیدا کردید که چه تیمایی حذف شدن و چه تیمایی به مرحله بالاتر رفتن. با توجه به جدول مسابقات حریف تیم پرسپولیس مشخص شده، استقلال هم که تا اینجا این بازی رو برده حریف استقلال هم به نوعی مشخص شده. پرسپولیس به ذوب‌آهن خورده و تیم استقلال به مهر کرج خورده، که البته مهر کرج استان البرز که را آهن رو شکست داده و برنده این بازی ها به هم میخورن. یعنی احتمال برخورد پرسپولیس با استقلال هست. یک ضربه از پشت محوطه جریمه، منتظری توپ رو دفع میکنه. ویکام، یک اصل بلند و توپی که مهدی رحمتی میگیره. خب نفت آبادان هم موفق میشه که حریف سرسخت خودش گهر زاکروس رو شکست بده با نتیجه 3-1. نفت به فولاد خوزستان میخوره. باید منتظر بازی سخت فولاد و نفت باشیم.
پرتاب برای بازیکنان استقلال. جواب بازی جوان مردانه بازیکنان تیم شیرین فراز کرمانشاه رو میدن. محمود خمیسی در خط دفاع شیرین فراز. از آرش برهانی هم در استقلال کماکان خبری نیست، حتی در لیست ذخیره های تیم استقلال هم قرار نداره. هادی زرین ساعد، آندرای تیموریان، فرهاد مجیدی، خسرو حیدری، حمید عزیززاده، سید میثم حسینی و توحید غلامی بازیکنانی هستند که در لیست ذخیره های تیم استقلال قرار گرفتند. فرهاد مجیدی و خسرو حیدری رو و آندرای تیموریان رو روی نیمکت قرار داده. استقلال روز دوشنبه فکر کنم 7 آبان ماه بازی در لیگ برتر خواهد داشت. یه ضربه ایستگاهی برای بازیکنان تیم شیرین فراز. شیرین فرازی ها کمی جلوتر کشیدن، در نیمه دوم دارن رو به جلو بازی میکنن. ارسال به دهانه دروازه و توپی که یه لحظه دفع میکنه، دروازه خالی و ضربه ای که امبونو اچیله به بیرون میزنه. فرصت مناسبی بود تا مجید آقاجری با تیم شیرین فراز در آزادی دروازه استقلال رو باز بکنه. نیمه دوم که کلا به سر خودش گذاشته، مهدی رحمتی داره اینگونه توپا رو دفع میکنه. این زندیه که اشتباه میکنه، توپ از زیر پاش جدا میشه. آچیله برای ویکرام. حنیف امرامزاده توپ رو میزنه. پشمان منتظری برای جباری. جاسم کرار تعادلش رو از دست میده. آقای حاجی بابایی اعلام خطا میکنه. تماشاگران نام میلاد میداودی رو صدا میزنن. در نیمه اول یه بار روی یه ضربه کاشته زد. حالا میلاد و جباری پشت توپ قرار گرفتن. میلاد دورخیز بیشتری کرده. خالصی در نیمه دوم به خاطر شرایط جوی پیرانش هم عوض کرده. جباری و میلاد، خود میلاد ضربش رو میزنه و توپی که بالای دروازه به بیرون میره. نرسی کردم سبکی که او به توپ ضربه میزنه توریست که اینجا که توپ قوس برمیداره ناگهان به سمت دروازه چرخش پیدا میکنه و گرفتن توپ برای دروازه‌بان بسیار کار مشکلیه. یه بار دیگه جباری توپو میتونه بفرسته برو دروازه، این کارو انجام بده، ضربه سر و توی دروازه. گل برای استقلال روی ضربه سر میلاد میداودی. خودش رو دو گله میکنه. استقلال 2 شیرین فراز کرمانشاه 0. یه بار دیگه نگاه کنید، جباری یه نگاه به درون محوطه جریمه کرد، توپ رو فرستاد، کافی بود تا با این ضربه یه سر استادانه میلاد میداودی استقلال رو به عدد 2 برسونه و خودش رو در آستانه هتریک کردن در این بازی قرار بده. جواد شیرزاد به دنبال توپ. یه نفوذ در اون محوطه جریمه، این آچیله است، توپو میفرسته، توپ از سر همه عبور میکنه، اونور زیر پای محمد نوروزی پای میاد، ضربه سر توپو برمیگردونه.
اشکان عباسی، کوتاه، سالاروند، موقعیت داره، ضربش رو میزنه اما درست در دستان مهدی رحمتی که انتظار توپ رو میکشید. بلافاصله روی زمین بازی رو به جریان میندازه، یک اشتباه در شرایطی دشوار قرار میده تیم استقلال رو. هرچقدر که توپ خوب گرفت رحمتی اما شروع بازی خوبی نداشت. راهن حذف شده، شهرداری هم بازیش رو به ماشین سازی باخته و حذف شده. رحمتی ضربه سر شریفات، میلاد میدابودی، خود میلاد توپو در اختیار داره، کمی عقب تر برای شریفات، شریفات دوباره برای میلاد، میلاد هم ارسال های خوبی داره. جباری موقعیت داره که توپو بفرسته به دروازه، حالا توپو میاد روی پای راستش در دهانه دروازه. به نظر رسید که بازیکن تیم استقلال از دست خودش استفاده کرد. شاهین حاجی بابایی هم متوجه این حرکت شده یا خیر. بله، کارت زرد برای شریفاتی که یه لحظه احساس کرد مارادونا است. کارت زرد برای شریفات. ضربه سر حنیف عمران زده، کاپیتان پوریا درکه. شریفات به دنبال تو، تو به بیرون میره. آمونو اچیله، ویلکروم در کنارشه، توپ رو میبره زیر پای اشکان، او هم ارسال میکنه به روی دروازه. دوباره سالاروند، توپی که دفع میکنه پژمان منتظری. حالا جباری ببینیم که نبوغش به کارش میاد تا یک ضد حمله خوب رو طراحی بکنه. قصد این کار رو ندارم. با پاس کوتاه یوسفی امیرآبادی رو صاحب توپ میکنه. امیرآبادی کنار خط توری داره حرکت میکنه، یه بازیکن روی پاش جل از تاثیر میذاره، هیچ کس از بازیکنان تیم استقلال نمیرن به کمکش و در نهایت بازیکنان تیم شیرین فرار هستن که توپ رو میگیرن. زندی برای یوسفی، پشت محوطه جریمه، یه توپ خوبی رو برای امیرآبادی میفرسته، او هم ارسال بدی دروازش ضعیف هست و توپ لو میره. شیرین فرازی هم نمیتونن که از این موقعیت استفاده بکنن. 58 دقیقه، استقلال 2 شیرین فراز 0. محله یک شانزدهم نهمی 25مین دوره رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران، استقلال در مقابل شیرین فراز، استقلالی که تا قبل از این 5 بار موفق شده جام حذفی رو کسب بکنه. جاسم کرار پشت محوطه جریمه، یه پاس درون محوطه جریمه و توپی که به بیرون میزنن مدافعین شیرین فراز. جعفر حیدری بود که با این تکل توپ رو به بیرون فرستاد. عرض کردم که تیم استقلال قبلا 5 بار موفق شده که جام حذفی رو به دست بیاره. ارسال به دروازه، ضربه سر و توی دروازه. شاهین حاجی بابایی اعلام خطا میکنه از حنیف عمرانزاده. معمولا حنیف عادت داره دستش زیاد استفاده میکنه لحظاتی که میخواد روی هوا بلند شه. البته این بار خطا روی دروازه‌بان رو گرفت، دروازه‌بان هم روی زمین هست. آخرین باری که استقلال موفق شده که جام حذفی رو از آن خودش بکنه در سال 87-88 بود که در مقابل پگاه موفق شد که 3-0 بازیش رو برنده بشه و جام حذفی رو کسب کنه. اون سالی بود که مرحوم حجازی، آقای فیروز کریمی و آقای قلعه‌نویی به ترتیب به عنوان مربی روی نیمکت تیم استقلال نشستن و در نهایت استقلال در اون سال موفق شد که مقام قهرمانی در جام حذفی دست پیدا بکنه. اولین باری هم که استقلال موفق شد جام حذفی رو از آن خودش بکنه سال 55-56 بود که
همای تهران رو شکست داد 2-0 و به مقام قهرمانی رسید. علی خالصی به بازی برمیگرده در شرایطی که دروازه‌بان ذخیره تیم شیرین فراز هم میره تا خودش رو آماده بکنه شاید به بازی بیاد. بارش باران دوباره شروع شده در ورزشگاه آزادی. حنیف عمرانزاده ضربه سر اول رو میزنه. جباری توپش به میلاد نمیرسه. اشکان عباسی با خالصی کار میکنه. خالصی توپ رو به میانه های زمین میفرسته. فرشاد سالارمند بازیکن شماره 11 که خوب کار کرده برای شیرین فراز کرمانشاه. ضربه سر حنیف به سمت دروازه خودشون میاد. پژمان منتظری برای رحمتی توپ رو یه تیکه میفرسته به زمین شیرین فراز و اعلام خطا به روی جباری. رقابت در خط هافک استقلال خیلی سخت و سنگینه و خاطر اینکه بخوان در ترکیب اصلی تیم استقلال قرار بگیرن بازیکنان. توپ به سود آبی پوشان استقلال به بیرون میره. جباری جاسم کرار پشت مات جریمه ضربش هم میزنه و توپی که پس از برخورد به مدافعین به بیرون میره. کورنر برای استقلال. تشویق تماشاگران هم بیشتر شده. ضربه کورنر رو میزنن و ضربه‌ای که توی دروازه قرار میگیره. گل سوم برای استقلال. یوسفی با ضربه سر استقلال رو به سومین گلش میرسونه. بدون اینکه حتی یه مزاحم هم داشته باشه در شرایطی که مدافعین حنیف عمرانزاده رو تعقیب می‌کردن، محسن یوسفی از این اشتباه مهلک مدافعین شیرین فراز نهایت استفاده رو برد و بدون اینکه حتی جهشی داشته باشه توپ رو با ضربه سر در دروازه قرار داد. خیال استقلالی‌ها راحت میشه. سه گل حاشیه امنیت مناسبی داره برای استقلال. جباری پرتاب برای شیرین فراز. تعویض در راه است برای بازیکنان تیم شیرین فراز. حامد اکبری دیگر بازیکن کرمانشاهی شیرین فراز کنار زمین تا لحظات دیگر وارد بازی خواهد شد. جانشین کاپیتان پوریا درکه میشه. بازوبند کاپیتانی رو هم از بازوش در میاره. پوریا درکه به سالاروند میدن. چرا یه بازیکن خطاکار جواد شیرزاد رو ملاحظه کردید. محمد نوروزی استاد بروی دروازه. حنیف عمرانزاده ضربات سر رو خیلی خوب زده. سالاروند جواد شیرزاد با ضربه سر توپ رو برمیگردونه. 64 دقیقه استقلال 3 شیرین فراز 0. دیگه باید استقلال رو حریف مهر بدونیم. میلاد میداودی و در نهایت خروج خالصی که توپ رو از جلوی پای میلاد جمع میکنه. بازیکن دو گله دیدار. حامد اکبری دو بازیکن استقلال اونجا در مقابل توپ قرار گرفتن. سالاروند امیرآبادی و اعلام کورنر برای شیرین فراز کرمانشاه. ضربه کورنر رو کوتاه میزنن.
ارسال در محوطه جریمه، جواد چیزا ضربه سر اول رو میزنه، توپ رو از محوطه جریمه دور میکنه. پژمان منتظری، فریدون زندی توپ رو میاره برای کرار جاسم، اشتباه میکنه کرار جاسم، حنیف عمرانزاده برای جواد شیرزاد، فریدون زندی با یه تکل درست سالاروند توپش رو میگیره، این بر ویلکرام حالا وارد محوطه جریمه میشه، خودش داره جلو میره، از راه میرسه پژمان منتظری و توپش رو به کورنر میفرسته. ویکرام تنها 20 سال سن داره، اهل کشور کامرون هست. کورنر رو کوتاه میزنن. توپ از محوطه جریمه بیرون میره. پژمان منتظری اونجا اجازه نمیده تا توپ رو به روی دروازه بفرسته اشکان عباسی. چیله دیگر کامرونی تیم شیرین فراز، کاپیتان سالاروند، پاسم برای خود آچیله، توپ زیر پای اشکان عباسی پایین میاد، خود اشکان به دهانه دروازه، مگه میذاره این حنیف عمران زده، همه توپا رو زده، دوباره توپگیری عالی یا ضربه از راه دور، در برگشت میتونه دروازه باز بشه و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. چه موقعیت خوبی رو از دست داد تیم شیرین فراز، روی دفع ناقص رحمتی در برگشت میتونستن فاصله رو کمتر بکنن. نگاه کنید این ضربه سنگین، این گونه توپ دفع شد، در برگشت هیچ آبی پوشی اونجا حضور نداره و ضربه سری که با فاصله کمی از کنار دروازه استقلال به بیرون میره تا کماکان حساب کار 3-0 باشه به سود تیم استقلال. تعویضی در راه هست برای تیم استقلال، توحید غلامی در کنار زمین، اون طرف هم کرار جاسم تعادلش رو از دست داده و مصدوم روی زمین. میلاد میداودی برای تعویض به کنار زمین میاد، بازیکن دوگلی که شانس زدن سومین گل رو از دست میده و این بازیکن جوان توحید غلامی به جای او وارد بازی میشه. روی نیمکت مورد استقبال پرویز مظلومی هم قرار میگیره. کرار جاسم، توحیدی اولین پاسش رو میده، جباری یه ضربه و توپی که در دروازه قرار میگیره، محسن یوسفی بود که با پای چپ توپ رو زد و گل برای استقلال. استقلال چهارمین گل خودش رو هم میزنه. کاری هم دستانه مدافعین برنامه، یه لحظه نگاه بکنید، با این 1-2 توپ رسید به یوسفی که با پای چپش درابات رو خوب میزنه. از زاویه بسته که کار برای مهاجم سخت‌تر هست تا دروازه‌بان، استقلال به گل چهارم خودش میرسه. تو وزیر رستان خالصی عبور کرد و در دروازه قرار گرفت. سالاروند حالا نسبت به سایر تیم‌های لیگ برتری که در جام حذفی حضور داشتن، استقلال بهترین نتیجه رو گرفته. پژمان منتظری کرار جاسم توپ کرار رو به بیرون میفرستن. با توجه به حذف شدن ملوان، تراکتور سازی شهرداری تبریز، نفت تهران، حالا استقلال موفق میشه که حریف خودش رو با 4 گل شکست بده.
اشکان عباسی ارسال به روی دروازه، توپ رو پژمان منتظری برمیگردونه. حالا از کنار اسم سپاهان هم به سادگی نمیشه گذشت. فولاد یه گل به سپاهان زده و روز گذشته و مونسه که تیم سپاهان رو هم از دور مسابقات جام حذفی حذف بکنه. فریدون زندی خودش رو به جلو حرکت میکنه، یه پاس عالی پشت محوطه جریمه، محسن یوسفی شوت زن، کماکان خودش توپو در اختیار داره برای توحید غلامی، بازیکنی که در نیمه دوم به جای میلاد وارد بازی شده. حنیف عمرانزاده با پای راست توپ رو میرسونه به جاسم کرار، توحید در کنارشه، ترجیح میده که در عمق پاسی رو بفرسته برای شریفات، او هم توپ رو از دست میده. ماچیله یه توپ رو میفرستن برای استفاده فرزاد ایزد، حالا برای ویلکرام، حرکت رو به جلو، موقعیت برای بازیکنان تیم شیرین فراز. این ویلکرامه که توپو در اختیار داره، یه پاس میفرسته و در شرایطی دشوار میخواست به توپ ضربه بزنه سجاد خسروی که موفق نیست. ویلکرام بازیکن خیلی خوبیه، این بازیکن عضو تیم ملی امید کامرون هم هست. عرض کردم که تیم راه حل تهران خیلی دنبالش بود که او رو به خدمت بگیره. ضربه بلنده رحمتی، شریفات بازیکن ریز نقشی که به راحتی میتونه توپ رو در اون فضای کم هم برای خودش در اختیار داشته باشه. توپ لو میره، اشکان عباسی بازیکن تیم شیرین فراز توپ رو در اختیار داره. مونو آچیله، دوباره خود اشکان عباسی رو صاحب توپ میکنه. آچیله سخت شده کارش، محسن یوسفی و در نهایت آچیله که دوباره توپ لو رفت و خوششانس بود که بازیکنان تیم شیرین فراز به توپ رسیدن. امیرآبادی توپ رو به فضایی میاره که بازیکنان تیم شیرین فراز اونجا حضور ندارن و این پاس سالم رو برای جواد شیرزاد صادر میکنه. عمرانزاده حالا برای شریفات، جاسم کرار از زیر پای شاهین حاجی بابایی پاس رو میرسونه به جباری. شریفات به دنبال توپ، توپ رو هم میگیره شریفات، کنار خط تولی توپ رو در اختیار داره. جباری یک و دوی اونها با امیرآبادی روی زمین برای شریفات. ببینیم که شریفات با این توپ چگونه کار میکنه. ترجیح میده که جاسم کرار رو صاحب توپ بکنه، خود جاسم یه دور قشنگ میزنه پشت محوطه جریمه، توپش به جباری نمیرسه. حمید عزیزادم در کنار زمین هست، این فرصت رو پیدا میکنه در شرطی که تیم استقلال 4 تا گل به شیرین فراز زده او در ترکیب تیم استقلال قرار بگیره. ویکرام، اشکان عباسی توپش رو میفرسته برای حامد اکبری، ارسال به روی دروازه، باز هم حنیف عمران زده بلند میشه و ضربه سر میزنه. زندی کاپیتان امیرآبادی، توپ زیر پای جاسم کرار، جباری پاس کوتاه، یک و دوش نمیرسه به جباری. بالاخره تنبیه انضباطی پرویز مظلومی برای آرش برهانی تا اینجای کار باعث شده او دو سه بازی رو از دست بده. شریفات یه پاس پشت مدافعین، جباری توپشو میزنه، اما این ضربه که او به توپ زد بعید بود که قصد این رو داشته باشه که به سمت چارچوب خواسته توپ رو بفرسته، بیشتر به شکل پاس توپ رو فرستاد. مشکل ممکن دروازه شیرین فراز برای پنجمین بار باز نمیشه تا کماکان تیم استقلال با 4 گل از حریف خودش جلو باشه. جباری یه نگاه به تابلوی داور در کنار زمین میکنه تا ببینه که او کاندید تعویض هست یا نه. حمید عزیزاده بازیکن شماره 4 که به جای حنیف عمرانزاده باید وارد بازی بشه.
این حامد اکبریه که برای تیم شیرین فراز توپ رو کنار خط طولی جلو میبره. جواد شیرزاد توپشو به بیرون میفرسته. پرتاب برای بازیکنان شیرین فراز. پرتاب بلند درون محوطه جریمه، یه موقعیت برای بازیکن تیم شیرین فراز. با پشت پا یوسفی توپو دفع میکنه. دوباره این پژمان منتظری که توپ رو میفرسته برای شریفا، توپش نمیرسه. حالا ویکرام، سالاروند، موقعیت از توپ بفرستند در دهانه دروازه و ویکرام ضربه سرش رو به توپ زد، اما توپ به سمت چارچوب نچرخید. ویکرام بود که ضربه سر زد. ارسال رو ببینید، این ارسال روی دروازه، این ضربه سر ویکرام هست. بازیکن شمالی ده خودش رو پرتاب کرد به سمت توپ، اما به توپ نرسید. پرتاب برای جواد شیرزاد. زندی، شیرزاد، حمید عزیززاده اولین توپ خودش رو یه تیکه از محوطه جریمه استقلال دور میکنه. نمیتونیم از این واقعیت بگذاریم که جام حذفی موقعیتی رو فراهم میکنه تا کمترین بازی به جام برسن. یه موقع توی دروازه گل برای تیم استقلال. شریفات روی اشتباه بازیکنان شیرین فراز به گل میرسه. گل پنجم برای تیم استقلال. اشتباه کشنده خط دفاعی این موقعیت رو برای شریفاتی فراهم کرد که صفت فرصت طلب کاملا به سبک بازیش میچسبه. این موقعیت رو از دست نمیده. گل پنجم رو به نام خودش ثبت میکنه. با یه بغل پای ساده بدون هیچ حرکت اضافه گل پنجم رو میزنه. هفتاد و هفت دقیقه، استقلال 5 شیرین فراز 0. مقاومت خوبی رو انجام داد شیرین فراز در نیمه اول، اما در نیمه دوم کاملا جریان بازی عوض شد و تیم استقلال موفق شد که نیمه مربیان رو با تعداد گل‌های زیادی به نفع خودش پشت سر بذاره. یه پاس برای ویلکرام. یوسفی، عزیززاده برای فریدون زندی. او هم بلافاصله جواد شیرزاد چپا رو صاحب توپ میکنه. شریفات گلزن، دوباره خود شیرزاد پشت محوطه جریمه. یوسفی، موقعیت برای جباری، خودش به دنبال توپ، توپو تعقیب میکنه، توپ هم میگیره به بیرون پاس میده، دروازه تهدید میشه. موقعیت هست برای گل ششم استقلال. یه ضربه، توپ روی پای محسن یوسفی جفت و جور نمیشه. این بازیکنی که با پای چپ از زاویه بسته گل چهارم تیم استقلال رو زده بود. نگاه کنید در حرکت آهسته چه اتفاقی افتاد. پاس به بیرون برای یوسفی که آماده میشد تا گل ششم رو به نام خودش ثبت بکنه. پیروزی یک طرفه تیم استقلال در بازی در مقابل حریف لیگ یکیش. جواد شیرزاد مصدوم هست. کادر پزشکی استقلال به زمین میاد. دکتر رضایی، به نظر میسته که جواد شیرزاد دچار مصدومیت جدی شده. پس از جدایی دکتر نوروزی از کادر پزشکی استقلال، آقای رضایی جای او انجام وظیفه میکنه و اینم چهره پرویز مظلومی از پشت قطرات بارانی که به جایگاه خورده. استقلال 5 شیرین فراز کرمانشاه 0. هست کردم آخرین بازی که این دو تیم در مقابل هم انجام دادن در لیگ هفتم برتر بود که 3-1 تیم استقلال پیروز شده بود. فرهاد مجیدی که روی نیمکت هست و مجید آقاجری که دیگه رفته روی نیمکت نشسته پس از 5 گلی که دریافت کرده. همشهریه پرویز مظلومیه.
اهل استان خوزستان و شهر آبادان. شریفات پشت محوطه جریمه، خود شریفات یک هدای خوبی رو دریافت کرد. جاسم کرار یه پاس میلیمتری میخواست بفرسته که مدافعین شیرین فراز دستشو خوندن و اجازه ندادن که او این پاسو بفرسته. این سالارمنده که توپو در اختیار داره، کاپیتان تیم شیرین فراز، توپ رو میبره به کناره های زمین. کم تعداد هستن در حمله بازیکنان قرمز پوش شیرین فراز، منطقه بازی رو عوض میکنن. حالا آمونو آچیله بلند برای ویلکرام، ضربه سرشو میزنه، موقعیت هست برای حامد اکبری، پشت محوطه جریمه و توپ از کنار دروازه بیرون میره. تعویض برای تیم استقلال، آقای مظلومی دروازه‌بان دوم خودش رو، یعنی هادی زرین ساعد رو به جای مهدی رحمتی وارد بازی میکنه. البته گمان زنی ها برای این بود که ساعد، هادی زرین ساعد از همون ابتدای کار در ترکیب تیم استقلال قرار بگیره که اینگونه نشد و حالا او میره و جانشین مهدی رحمتی میشه که مورد استقبال نیمکت ذخیره های تیم استقلال هم قرار میگیره. هادی زرین ساعد که خودش سابقه بازی در تیم شیرین فراز رو هم داره. اشکان عباسی، حمید عزیززاده به دنبال توپه، عزیززاده روی زمین، توپ رو برای جاسم کرار، اگه بتونه آن بولو اچیله رو جا بذاره موقعیت ضد حمله خوبی برای تیم استقلال فراهم میشه که اینگونه نمیشه. با یک فشار و پرسینگ بازیکنان تیم شیرین فراز توپشو میگیرن. آن بولو اچیله، کرار، جاسم روی زمینه، اچیله به بازی ادامه میده، پاس کوتاه، زندی به شکل ممکن توپ رو میگیره. حالا برای کرار، جاسم، جباری اونور خوب میبینه مهدی امیرآبادی رو، توحید غلامی، زندی از همون پاسایی که شگرد داره با پای چپ میفرسته. توحید غلامی توپ رو به کناره ها میبره، امیرآبادی توپگیری عالی، پاس رو میفرسته، موقعیت و توپی که در دروازه قرار میگیره. جباری علی آفساید، جباری خوشحالی مشهورش رو هم انجام داد، غافل از اینکه پرچم کمک داور بالا رفته بود و گلش مردود اعلام شده. تعویض برای شیرین فراز، محمد صالح اربابی، دیگر بازیکن کرمانشاهی شیرین فراز کرمانشاه وارد بازی میشه. آمبواچیله از بازی بیرون میره. هشتاد و چهار دقیقه بازی سپری شده. حنیف عمرانزاده و مهدی رحمتی به خاطر سرمای هوا نیمکت ذخیره رو ترک میکردن. میلاد میداودی هم به دنبال اونها، فراد مجیدی هم مجوز رو میگیره تا نیمکت رو ترک بکنه و به سمت رخکم بره. امیرآبادی پشت محوطه جریمه، حامد اکبری موقعیت داره، بازیکن شیرین فراز شاید یه گل به استقلال بزنن در ورزشگاه آزادی، این امر محقق نمیشه و باز هم بازیکنان تیم استقلال توپ رو میگیرن. بازیکنان استقلال باید بازی رو به جریان بندازن. مرحله یک شانزدهم نهایی 25مین دوره رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران رو ملاحظه می‌کنیم. استقلال در مقابل شیرین فراز کرمانشاه، مسابقه کار
5-0 به سود تیم استقلال هست. کرار جاسم، فریدون زندی، دوباره خود کرار جاسم برای جباری. کرار جواب پاس جباری رو میده، اونور جواد شیرزاد حرکت کرده، دوباره خود جباری حرکت انفرادی میخواد انجام بده، در حالی که کرار جاسم روی زمین هست. بازیکن تیم شیرین فراز توپ رو به بیرون میزنن. یکی باید جلوی این کرار جاسم رو بگیره، او سابقه بدی داره روی این اعتراضایی که به داور میکنه. جواد شیرزاد حواسش به این امر هست و بلافاصله حائل میشه بین او و داور. یک کارت زرد هم میگیره به خاطر اعتراضات عجیب و غریبی که انجام میده. پرویز مظلومی دیگه حالا وقتی میبینه بازیکنش اعتراض میکنه، باران رو به جان میخره و برای اولین بار در طول 90 دقیقه به کنار زمین میاد. از نایزانو کرار جاسم دچار مصدومیت شده. پرویز مظلومی او رو به آرامش دعوت میکنه. این برم نیمکت ذخیره های تیم شیرین فراز رو میبینید. استقلال 5 شیرین فراز 0. به خاطر اعتراضات کرار جاسم شاهین حاجی بابایی یک کارت زرد بهش میده. توپ رو به خالصی میسپارن، دروازه‌بان تیم شیرین فراز. دوباره خود خالصی، جباری به سمت توپ یورش میبره. یه لحظه خالصی اشتباه کرد، کار سختی رو انجام داد، در حالی که به راحتی میتونست توپ رو پاس بده. تعلل کرد تا جباری بهش نزدیک بشه. یک ارسال در محوطه جریمه و در نهایت در اختیار هادی زرین ساعد، بازیکنی که جانشینه مهدی رحمتی شده. جباری دوباره توپ برمیگردونه برای حمید عزیززاده، او هم به میانه های زمین. توپ به بیرون میره، پرتاب برای بازیکنان شیرین فراز هست. 88 دقیقه، استقلال 5 شیرین فراز 0. با این پیروزی تیم استقلال حریف تیم مهر استان البرز میشه، تیمی که ساعتی قبل تیم راهن رو شکست داد و از دور مسابقات جام حذفی خارج کرد. ذوب‌آهن هم موفق شده بود که گسترش فولاد تبریز رو شکست بده، حریف پرسپولیس بشه و استقلال تهران حریف مهر استان البرز. برنده این دو بازی به هم می‌خورن. استقلال بری دروازه یه مهار سینه و هادی زرین ساید که هر چقدر تلاش میکنه کورنر نشه، این توپ توپ کورنر میره. کورنر برای بازیکنان شیرین فراز هست. احتمال برخورد پرسپولیس با استقلال در جام حذفی تا قبل از رسیدن به فینال هم هست. در دهانه توی دروازه، گل برای شیرین فراز. گل رو مهدی رحمتی نمیخوره، هادی زرین ساعد میخوره و دروازه استقلال در 89مین دقیقه بازی باز میشه. روی یه ضربه ایستگاهی در دهانه دروازه نگاه بکنیم، اینطور توپ رو فرستادن، با این بغل پا توپ رو به زیر تاق دروازه زرین ساعد کوبید. سجاد خسروی که در نیمه دوم وارد بازی شده. جاسم کرار یه شیطنت هم میکنه اونجا. عزیززاده برای یوسفی، سالاروند از همونجا توپشو میزنه. توپ آرام آرام به بیرون میره و زرین ساید از کنار دروازه استقلال باید بازی رو به جریان بندازه. در بین تیم‌های لیگ برتری حاضر در مسابقات جام حذفی تیم استقلال بهترین نتیجه رو گرفته تا به اینجا. جاسم کرار، جباری توپ رو به کنارها میبره. هیچ یک از بازیکنان تیم استقلال به کمکش نمیرن، توپ رو از دست میده. حامد اکبری
پژمان منتظری 3 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم. جواد شیرزاد، توید غلامی برای شریفات، توپ رو دست میده شیرزاد، شریفات یه دریبل عالی میزنه، شریفات به سرعت به دنبال توپه، به توپ هم میرسه شریفات، شیرزاد در کنارشه، ترجیح میده یه پاس رو بفرسته برای جاسم کرار پشت محوطه جریمه، میتونست پاس بده بازیکن شوت زن خودش، ترجیح میده که کار انفرادی بکنه، یه ضربه ایستگاهی میگیره جاسم کرار، درست چسبیده به محوطه جریمه شیرین فراز، اینجا او رو با خطا متوقف کردن. این شانس رو داره که در این دقایق تلف شده یه نیمه دوم تیم استقلال با توجه به بازیکنان کاشته‌زنی که داره بتونه بازم دروازه تیم شیرین فراز رو تهدید بکنه. جباری یکی از اون بازیکنان هست که ضربات ایستگاهی رو خوب میزنه، خود جاسم کرار هم کنار توپ هست، میلاد دیگه در زمین نیست تا بلا فاصله بیاد و پشت توپ قرار بگیره، ببینیم که بین جاسم و جباری کدام بازیکن به توپ ضربه خواهند زد. حالا توپو میزنه به دیوار دفاعی، برخورد میکنه خود کرار در برگشت و توپ رو برمیگردونن مدافعین شیرین فراز، جباری توپ رو به کنارهای خط طولی میاره، به شکل ممکن مالکیت توپ رو حفظ کرد جباری. کرار جاسم دوباره خودش به دنبال توپه، نشون میده که هنر انفرادی خوبی داره، خطا از محسن یوسفی، دو دقیقه از وقتهای تلف شده سپری شده. زندی دوباره خود زندی توپو در اختیار میگیره، حالا برای عزیزاده، اونور امیرآبادی فضای مناسبی داره، بازی کاملا کشیده شده به سمت چپ، امیرآبادی اونجا حاضر هست، یوسفی، زندی ندید امیرآبادی رو، توپ رو لو داد، ویکرام موقعیت داره، توپ رو بفرسته بری دروازه، ضربه کوتاه او رو دفع میکنن مدافعین بدون اینکه اشتباه بکنن. کرار جاسم دوباره خودش توپو در اختیار میگیره، امیرآبادی اونور بدون توپ حرکت کرده، شریفات هم هست، کرار جاسم کماکان داره کار انفرادی انجام میده، جباری پاسش خوب نبود و کرار جاسم به توپ نمیرسه، تا ثانیه های دیگر 3 دقیقه وقت اضافه هم به پایان خواهد رسید. در میان زمین بازیکنان شیرین فراز توپو در اختیار دارن و سوت پایان بازی به صدا در میاد با حساب 5-1 به سوی تیم استقلال. امیدوارم که از این بازی لذت برده باشید، من از حضورتون مرخص میشم، جناب یوسفی در خدمت شما خواهند بود، خدا یار و نگهدارتان.